سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خود خیلی وقت این اینترو رو نداشتم ها ما دوباره برگشتیم با یه مرتبط دیگه با شرایط ایران امروز مهمونمون صدف است سلام که فکر کنم کارون و فرزاد فرزادم با ما از از اینجا شروع کنم بخیر سلام کنید سلام کارو میخوای یه اینتروداکشن در مورد صدف یه مقدمه در مورد صدف ما بده که ریشو رو دست خودشو رو شروع بکنیم آره صدف در واقع کازینه بچه هاست از این آره این اپیزود ممکنه خیلی کلمات انگلیسی داشته باشه ببخش کازینه ولی خیلی داره هیت میگیره توی فرهنگ چیز ایرانی خیلی راحت تره اصلا واردش نشه آره بعد اخیرا یه ورکشاپی داشته صدف که کارزار کارگاه کارگاه <applause> کارگاه آره <مید> کارگاه در رابطه با در واقع بخاطر اینکه حالا همه ما ایرانی‌ها شرایط چهار ماه اخیر خیلی همه تحت فشاریم از لحاظ روحی و روانی یه سری اون حالا ممکنه بروز داده باشیم یه سری ها هنوز بروز ندادیم ولی هممون میدونیم که شرایط شرایط عادی نیست و در شرایط ایدال هیچ انسانی نباید با این وضعیت زندگی کنه صدف یه ورکشاپی داشته که توی اون به آدما در رابطه با مشکلات روانی که ممکن الان براشون پیش اومده باشه تراماهایی که ایجاد شده و در واقع راه های پرداختن به اونها بهبود به اونها صحبت کرده بعد فرزادی در رو با ما مطرح کرد که ما هم بیایم این مسائل رو توی پادکست راجبش صحبت کنیم و ما هم استقبال کردیم به خاطر اینکه همچون که ایمان گفت خیلی مرتبطه و هممون بهش نیاز داریم آره اول فکر کنیم خودمون بهش نیاز داریم ما که وضعمون خرابه قطعا همه بهش نیاز دارن بعد ما حالا یه چند تا جلسه هم با توی چند نوبت با صدف صحبت کردیم راجع به مطالبی که قرار مطلب بشه چند تا اپیزود یا مجموعه اپیزود خواهیم داشت راجع به این موضوع و باور داریم که به همه میتونه کمک کنه آره خیلی اون تایمی که حالا صدف خودش این پیشنهاد رو داد گفت که من سری کانتنتی تهیه کردم که واسه ارائه محتوا بعد جالب بود که من تو همون روزات به این داشتم فکر میکردم که ما ایده بدی نیست که در مورد این موضوعات صحبت کنیم چون حالا بخش دیگه این جنبش یا انقلاب داشتیم در موردش صحبت میکردیم احساس من صدای فرزاد خیلی بم کردم این صدای اگزوز عجیب فرزادت... از خواب هم بیدار شده از خواب بیدار شده تمام تارهای صوتی الان مناسبه همینه صدای اگزوز آره میخوای خودت بگو که قرار قسمت ها راجع چی باشه و دیگه قسمت اول رو شروع کنیم مرسی از شما چهار نفر که منو امروز اینجا دارین و اینکه این که دعوت و پذیرفتین <applause> مرسی و اولم که قبل اول از اینکه شروع بکنم چند تا, چند تا موضوع رو میخوام مطرح بکنم اول اینه که مقدار درد و رنجی رو که هر کدوم از ما داریم تجربه میکنیم چه کسایی که توی ایران هستن چه کسایی که توی خارج از ایران هستن غیر قابل مقایسه هست هر کسی به نوبه خودش بستگی به اون جایگاهی که داره بستگی به اون تجربه های گذشته که داره با این موضوعات رو به رو میشه بنابراین هیچ کسی در دورنجش کمتر یا بیشتر یا مهمتر یا کم ارزشتر از دیگری نیستش سو این نکته اولی که خواستم بگم دومین چیزی هم که خواستم بگم اینه که اوضخواهی میکنم اگر که انگلیسی کلمه ای رو گفتم و ممنونم از تابوریتون که کارون آوردیم اینجا برای همین دیگه لطفا به من کمک کنید که اگه کلمه <تصفح> این رو گفتم آره مرسی سو همونطور که کارون گفتش هدف من از این که اینجا باشم اینه که اون اطلاعاتی رو که توی این مدت دور انقلاب به دست آوردم رو با دیگران شعر بکنم در اشتراک بذارم به خاطر اینکه به هم کمک کرده بود و به کسایی که با من در ارتباط بودن و مراجعین من بودن به اونا هم کمک کرده بود و دلیل اصلی هم که این تصمیم گرفتیم که این مطالب رو توی چهار قسمت ارائه بدیم به شما های شما این بودش که این مسیری بود که من برای پرسه کردن ش... مسیر پرسی کردن شخصی خودم بود که با این موضوع چطور روبرو رو بشم اولین سختی که من داشتم که وقتی اخبار ایران رو شنیدم واسه اولین بار این بود که برام غیرقابل درک بود که چطور انقدر میتونه ظلم وجود داشته باشه و چطور یک عده آدمی میتونن به یه عده آدم دیگه که از خودشون هستن بر ب... یعنی از یه جامعه هستن از یک هم نوع هم... آره هم نوع هستن هم وطن هستن هم زبون هستن چطور میتونن ام... این ظلمو بکنن و این اولین مشکلی بود که من نمیتونستم درکش بکنم و گیر داشت کارم به خاطر همین شروع کردم و به خودم اجازه نمیدادم که هیچ عکس عملی نشون بدم برای اینکه وقتی نمیتونم درک بکنم چه اتفاقی میافته چطور میتونم نظر بدم راجبش صحبت بکنم صحبت برای این شروع کردم به مطالعه کردن که ببینم اصلا چی شده با آدمای دیگه صحبت کردم که بهم کمک بکنن درک بکنم و حتی تراپی خودم رو رفتم اولین روزی که این اتفاقات افتاده بود و من توی اون حالت تجربه درموندگی بودم رفتم پیش تراپیست خودم پیش درمانگر خودم اول که اومد گفت همیشه اینطوری شروع میشه او خب چطوری امروز حالا چطوره بعد گفتم که اصلا حالم خوب نیست و یهو شروع کردم به گریه کردم و حدودا فکر میکنم یه رو به اول اون جلسه رو داشتم گریه میکردم اصلا نمیتونستم صحبت بکنم چون اصلا قابل درک نبود برام اون مقدار رنجی که داشتم خودم تجربه میکردم و اصلا قابل درک نبود که اون آدمایی که اون اشخاصی که توی ایرانن و از نزدیک دارن اینو تجربه میکنن اونا چه تجربه دارن حتی الان هم که میگم قلبم قلبان قلبتون می بیشتر میشه آره, می آره. So that's why به همین دلیل که شروع کردم اینا رو آم. در مورد تاریخ چش یکی از معلم های من گبار ماته هستش که بزرگترین معلم منه که خیلی ازش یاد میگیرم یه فرصتی پیش اومد که من تونستم از نزدیک باش صحبت بکنم و چیزی که به من گفتش این بود که گفت برو تاریخ بخون اون موقع که این جواب به من داد واسه من قانع کننده نبود اصلا می گفتم خب من الان دارم رنج میکشم تو میگی برو تاریخ بخون که یعنی چی ولی بعد که اونقدر اعتماد دارم به صحبتش رفتم این کار کردم و دیدم که واقعا چقدر بهم به کمک شد که بتونم درک بکنم که توی گذشته ستمگرای قبلی، ظالمای قبلی، دیکتاتورای قبلی چی شده که به اون جای رسیدن که هستن. به خاطر اینکه شیوه درمانی که من استفاده میکنم و بینشی که به دنیا دارم اینه که همه ای ما ذاتن خوب هستیم. همه آدما ذاتن اینجا هستن که از زندگیشون لذت ببرن و عشق و تجربه بکنن ما هیچ کدوممون اینجا نیستیم که ظلم و تجربه بکنیم ولی چی میشه که بعضیا این کار رو انجام میدن so, سو تو این چهار تا اپیزودی که قراره با هم دیگه اینجا باشیم اولش اینه که میخوایم بپردازیم که ببینیم تجربه تاریخچه ظلم و دیکتاتور چیه دومین چیزی که میخوایم بهش بپردازیم اینه که تراما چیه و کلا از عزاز فردی و عزاز آز اجتماعی وقتی که ما تحت ظلم قرار میگیریم چه تأثیری روی ما داره به خاطر اینکه روکرد درمانی من آگاه هست چاما هست و همیشه تراما ها رو در, در نظر میگیرم وقتی که با هر کسی روبرو میشم و سومین بخشی که میخوایم راجع به صحبت بکنیم اینه که این تجربه های زندگی که حالا شامل تراما یا چیزهای دیگه میشه چطور ذهن ما و چطور بدن ما رو تاثیر میذاره روش و این خیلی خیلی مهمه بخاطر اینکه همین الان دیدین که من وقتی دارم راجع به این صحبت میکنم دارم میگم توی قلبم دارم این سنگینی رو میفهمم سو so, این فقط ذهن ما رو درگیر نمیکنه و بدن ما رو درگیر میکنه و چهارم این چیزی که میخوایم راجع به حرف بزنیم اینه که ابزار به شما به،, به،, به, همه ما بدیم که چطور از این عبور بکنیم so, فکر خیلی روند جالبی باشه اول از ریشه ها شروع میکنیم که اصلا چه اتفاقی میفته آدما به اون مرحله میرسن دقیقا همین سالی که صد افتاشت ممکنه خیلی از ما داشته باشیم که چه یه آدم یه گروه یه طرز تفکر یا ایدئولوژی میتونه به جایی برسه که صرفا برای اینکه تو قدرت بمونه دست به هر جنایتی بزنه که خب ظاهرا جوابش رو داریم و مثل همیشه برمیگرده به بچگی آدم ها جلوتر میریم یه ذره چناخت بیشتر پیدا میکنیم روی واکنشهایی که بدن ما ممکنه به این موضوعات داشته باشه خیلی از ماها فکر میکنم مثلا حالا تو فرهنگ ما چون خیلی رایج نیستش که آدما به احساساتشون بپردازن خیلی مثل حالا اینور تشویق نمیشن که از بچگی با احساسات احساسات خودشون در ارتباط باشن بهش بپردازن بهش گوش بدن خیلی از ما یاد گرفتیم که در واقع اونا رو سرکوب کنیم با تفکر اینکه ما مثلا قوی هستیم و هیچ مسئله روزمره روی ما تاثیر نمیذاره که این 100 درصد غلطه حالا قبلا هم زیاد راجع بهش صحبت کردیم این مثل یه کوله پشتی میمونه که پشت ما ما توش هی بار میذاریم هی بار میذاریم هی بار میذاریم و اگه بهش درست رسیدگی نشه یه روز این باره انقدر سنگین میشه که ما رو زمینگیر میکنه که خیلی از ماها رو کرده توی چهار ماه اخیر به خاطر حجم در واقع احساسات منفی و غم و که مم. به سمت ما سرزیر شده اینا رو شناسایی میکنی و آخرش هم فکر کنم احتمالا جذاب ترین قسمت باشه برای همه ماها اینکه چجوری به اونا بپردازیم و کنیم یک مقدار خودمون رو ترمیم کنیم <applause> درسته um, so. ببخشید من هی میگم صبح بشید بنابراین <laughs> ما برعکسش شما از ایران که اومده بودم حالا هم من هم همه دوستا توی دانشگاه اینا موقع حرف زد انگلیسی که حرف میزنیم وسط یه فارسی خب باشه درسته <laughs> بعد اینطور منم اتفاق میفته برام um. حالا دعوت من از هر چهار نفر شما و خودم شامل خودم پنج نفر ما اینه که همینطور که دارم من صحبت میکنم و این اطلاعات رو با شما شیر میکنم ازتون خواهش میکنم که اگر که چیزی رو توی بدنتون متوجه شدین اگر که متوجه شدین که تو بدنتون تغییر ایجاد شد لطفاً پاس کنید و اینو بگید به خاطر اینکه این خیلی جالبه برای خودتون که آگاه باشین که اطلاعات چطور روی شما تاثیر میذاره و اینکه و اینکه چه تغییرهای ممکنه برای شما داشته باشه همینطوری ال همین این گفتی آگاه باشی من یه ذره زر و رفت فلان وقتی از قبلش هم میگه که آدما بلند شدن از ورکشاپ آها قبلش رو زب نکرد ما دیگه ترس برامون داشته برای <تصورت> چی <تصورت> <تصورت> هم نمیدونیم چی بشه آره واقعا میترسیم ولی شما بفرمایید دونه دونه بچه شهید میشن <applause> و همینطور کسایی که در این رو گوش میدن اگر که از هر لحظه ای احساس کردین که خیلی دردناکه یا توی بدنتون یه سنگینی احساس میکنید یا ضربان قلبتون بالا رفته ازتون خواهش میکنم که با خودتون مهربون باشین مجبور نیستی تا آخرش رو گوش بدید یه لحظه پاز کنی یه قدم بزنی یا چند تا نفس عمیق بکشین <applause> دوباره برگردیم بهش بقیه رو گوش بدیم ما اینجا هستیم تا آخرش رو قرار دفت کنیم فکر کنم آره اگرم نخواستین گوش بدیم بزنیم پلی بشه بریم به کاراتون برسیم میوز کنید بزنیم پلی بشه <مت> realmente... <مت gusta> so, اولین قدم اینه که بیایم نگاه کنیم که چطور ما آدما میتونیم از درد و رنج عبور بکنیم اینا یکی یکی سری مهارت زندگی کردنه که ما به صورت غریزی ناخداگاه ممکنه که اینو انجام میدیم ولی ازش آگاه نیستیم تو اولین کاری که هر کسی میکنه حالا یا به صورت آگاه یا به صورت ناخداگاه اینه که سعی میکنه درک بکنه که چه اتفاقی میفته وقتی که به ظلم و ستم شدید میرسه و وقتی که به تجربه های سخت میرسه اگر که ما این زمان رو واسه خودمون نذاریم و نیایم شروع کنیم به درک کردن اون موضوع و همینطوری بهش بگیم که او این این یه چیز غیر انسانیه یا این مثلا چقدر چقدر بی ادالتی هست ای وای ما تو فارسی خیلی این کار میکنیم وای قسمت منیتوری بود ما چه بد شانسیم وقتی که این کارا رو میکن... این جوری با قضیه سخت روبرو میشیم و سعی نمی کنیم که درکش بکنیم در واقع این ساده یه جور ساده یا یه جور گول مالی در سر خودمونه و دفعه بعدی که با اون موضوع روبرو میشیم خطر اینکه آسیب بیشتری به ما برسه خیلی زیادتره به خاطر اینکه دفعه اول نفهمیدیم چی شد حالا دفعه دوم که داره اتفاق میفته تاثیر بدتری داره و اینطوریه که ما توی ذهنمون باعث میشه که خودمون رو ضعیف ببینیم و این در واقع اصاره اتفاقیه که توی جامعه ایران افتاده به خاطر اینکه ما رو با خیلی باورها با خیلی دلایل و منطقایی که آم، کسی سوالی راجع بهشون نپرسیده اگه هم سوال کردیم جواب درستی بهمون یا اگر دقیقا یا اگر سوالی کردیم جواب درستی نگرفتیم محدود نگه داشته به خاطر همین باورت عوض میشه نسبت به یه موضوع سو so این اولین قدمه که ما باید چیزی که واسه اتفاق میفته موضوعی که واسه اتفاق میفته که سخت و دردناکه رو سعی بکنیم درکش بکنیم دومین م... چیزی که هستش دومین قدمی که برای عبور از درد و رنج کمک میکنه به ما اینه که اجازه بدیم اون درد وجود داشته باشه توی وجودمون و نخوایم عوضش بکنیم نخوایم خوبش بکنیم نخوایم از بینش ببریم چون این در واقع غیر ممکنه توی انگلیسی توی،, تو انگلیسی یه چیزی داریم که یه گفته ای داریم که هر چیزی رو که مقاومت بکنی در برابرش در برابر تو مقاومت میکنه هر چیزی رو که بخوای عوضش بکنی رزیستش بکنی پرسست میکنه چون فارسیش واقعا مقاومت کنی اول خیلی قشنگ بود اینو حالا من mm -hmm. چون جدیدنم هم بهش دوباره برخوردم قبلا هم توی اپیزودامو گفته بودیم اون کتاب آقای مارک منسن مارک تساده لارد اوف نات گیوینگ فاک اونجا میگه که تلاش برای داشتن یه تجربه مثبت یه تجربه منفیه یعنی تو هر چقدر تلاش کنی که مثلا الان ما یه خبری میخونیم یه مسئول نظام جمهوری اسلامی یه حرف میزنه اصلا اون خورد میشه ما اون لحظه تلاش کنیم که حالمون خوب باشه این خودش یه تجربه منفی میشه بخاطر اینکه داری جلوی اون قضیه رو میگیری و این بدتر با تو مقابله میکنه دقیقا یه،, یه،, مثال خیلی فیزیکی که راجع به این موضوع هستش اصلا فیزیک ساده است توی کلاس فیزیک به مدرسه به ما یاد دادن اگر که دستتو بذاری این یکی رو بهش فشار بدی از بک هل میده به عقب سو هر چیزی رو که پول بدین همونقدر نیروی برعکسش رو دریافت میکنه می قانون عکس قانون سوم نیوت. قانون مرسی سو <تصفح> so, این یه چیز طبیعیه ولی ولی وقتی که ما با مسائل سخت روبرو میشیم خیلی ناخداگاهه که ما همش چون سیستم عصبی ما راحتی رو میخواد همونطور که اول گفتم ما اینجا آمدیم که عشق رو تجربه بکنیم نه اینجا درد و تجربه بکنیم به خاطر همین میخوایم خوب باشه همه چیز سو so, قدم دوم اینه که وقتی که سختی رو میبینی توی وجودت وجود داره اولا توی بدنت پیدا کن کجاست کجای بدنت داری اینو احساس میکنی توی قلبت توی قفسه سینت توی کمرت کجا داری اینو احساس میکنی و بعد اجازه بده که اون اونجا باشه سعی نکن عوضش بکنی سومین چیز اینه که وقتی که با اون درد و رنجت نشستی بهش اجازه دادی که باشه کنجکاو باش سرزنش نکن خودتو قضاوت نکن خودتو داستان شروع نکن به ساختن توی داستان نپرداز <applause> توی سرت بمون پیش اون حقیقتی که توی وجودت هست و ببین چی میاد بالا توی بدنت بدون اینکه قضاوتش بکنی اینم باز دوباره یه مهارتیه که تمرین نیاز داره چون ما خیلی راحت خودمون رو قضاوت میکنیم خیلی راحت خودمون رو سرزنش میکنیم و این یکی از راحتترین کارهایی که همه ما انجام میدیم توی شرایط سخت او اگه من این کار نکرده بودم اینجوری نمیشد او من دست و پا چلفتیام او من بیارزم او من که شانس ندارم این چیزها رو به خودمون میگیم ولی بمون پیش اون و ببینین درد ریشش از کجا داره میاد چرا داری اینو احساس میکنی و کنجکاو باش همونطور که نسبت به فرزندت نسبت به پارتنرت نسبت به دوستت عشق و محبت داری مهربونی داری بر خودت هم همونقدر مهربونی داشته باش تو این ستا قدمایی که توی این مسیر روبرو شدن با سختی ازتون دعوت میکنم که تمرینشون بکنین یه سوال اون مرحله دوم که پیدا کنی گفتی که کجای بدن داره اون اونم یه چیزی که باید با تمرین یادگیری یا مثلا خیلی وقتا حالا من خودم تو این چهار ماه تجربه که داشتم مثلا توی قفس سینم به خصوص حس میکردم وقتی که اصابم خورد بود یا حالم بد بود ولی خب نمیدونم حالا مثلا توی سناریوی دیگه توی اتفاقات دیگه نبوده که شاید اون تجربه رو اونقدر داشته باشم میخوام ببینم که اینم یه چیزیه که با تمرین میتونی بهتر بفهمی که او حالا مثلا ذهنم درگیره یا اون بیشتر حسیه همیشه با تمرین همه چیز بهتر میشه سا <laughs> so, وقتی که وقتی که اولین احساسی که ما تجربه می کنیم اصولا اونقدر سخت و دردناکه که ما توی قلب توی قفسه سینمون احساس کنیم چون توی قلبمون ناراحتی خوشحالی عشق و نگه می داریم وقتی که این اولین جاییه که ما دسترسی داریم بهش ولی هر چقدر که بیشتر با بدنت بمونی هر چقدر که زبون بدنتو بهتر بفهمی متوجه باشی نکته های ترین میفهمی آره توی قلبم هست توی قفسه سینم هست ولی یه ذرم پایین کمرم هم گرفته او ولی یه ذرم زانوها من درد میکنه سو <applause> so, آگاهی تو هر جا هدایت بکنی تمرکزت هم اونجا میره و دقتت اونجا بهتر میشه توی اون موقعیت سو so, با تمرین زبون بدن تو بهتر یاد میگیری و بدنت هم بهت اعتماد میکنه که تو اینجا هستی که بهش گوش بدی دیگه اینو لزوم الزامن واجب نمیدونه که مخفی بکنه خودش از تو به تو اعتماد میکنه که بهت نشون بده کجا هست که اون درد اومده ازش مرسی nice. so, الان که میخوام راجع به دیکتاتور صحبت بکنیم این یه چیزی که توی ورکشاپ بالا اومد و همینطور توی هر دفعه دیگه که راجع به این موضوع صحبت کردم خیلی از اشخاص این Criticism. نقد نقد رو داشتن که او داری دفاع میکنی مثلا از ظالما داری توجیهشون میکنی این همچین هدفی ای نیست همونطور که توضیح دادم هدف فقط اینجاست که بفهمی که چرا این اتفاق افتاد مجب... این یعنی به این معنی نیست که موافق هستی که داره کار... مثلا این کار رو انجام میده توجیهش نمیخوای بکنی یه مثالی که آم... گابور با باز دوباره معلم من میزنه اینه که میگه من هیتلر رو درک میکنم که چرا یه کاری رو کرد ولی باهاش موافق نیستم که این کار رو کرد سو so این فقط این, در واقع کمک کردن به خودته که بتونی راحت تر حضم کنی و ازش عبور بکنی سو so وقتی که دارم به این موضوع حرف میزنم هیچ تعییدی وجود نداره تعیید یا توجیه کردن اون شخص اصلا اصلا وجود نداره <محن> حالا چرا من هیتلر رو انتخاب کردم چون همه در مورد ظالم بودن هیتلر صحبت میکنن و اینکه به کل جهان ثابت شده است که این نه جالب همه اتفاق نظر دارن روی اینکه این یه نفر بکنم دیکتاتوره یه سری با آقای همین شد هولوکاست رو نفت میکنم ولی الان توی عربستان دارن توی توی امارات دارن توی درساشون آموزش میدن هولوکاست رو آره خب اونا دیگه روابط چیست آره بعد از اینکه روابط درست شد بله هر موقع احساس کردی که اوج حماقت رو دیدی میتونی توی جمهوری اسلامی میتونی یه نفر دیگه پیدا کنی که <تصفح> <زدنید>. <تصفح> یه رکورد دیگر رو برات ثبت میکنه این از خواص جمهوری اسلامیه ولی میشنویم میگن دو تا چیز انتقال نداره یکیش یونیورس یعنی دنیای هستی دومیشم همین حماقت این آدم که تو اولی شک هست ولی تو شک مطمئنن که بله احساس میکنم ما بعد شروع کردیم و <تصفح> میفهمیدیم و درکشون میکردیم من شروع کردیم دیس کردن زیاد نه نه بلیده. نه آخه خشم تو باید بروز بدی تو میتونی بله. من خشم رو سرکوب نمی کنم هر چی که لازم باشه عالی میذارم بیرو <تصفح> <تصفح> بزاخت از جلوی زانو و بوزک پا راجب زانوز که صحبت میکنید توی زانومون ما دردای مربوط به ریلیشنشیپ رو رابطه رو نگه میداریم سو اگر که گیر و گور عشقی هست تو زانو <applause> تو, تو اینا میده اینا... چجوری اثبات شده یعنی چن... پشتش چه علمیه مرسی که این سوال رو پرسیدی یکی از چیزایی که اولینش این چاینیز مدیسن هستش تبابت چینی طب تب تب چینی هستش که اینا راجع بهش صحبت میکنه که هر کدوم از اعضای بدن ما یه درد و رنج رو توش تا... نگه میداره و دومین چیز اینه که یه سری انجام میدن که دستگاه بس میکنن و ببینن که کجای بدن سیستم عصبی فعال میشه وقتی که به موضوعهای مختلف فکر میکنی و به خاطر این مثلا این تحقیقات توی روی تعدادی از آدما انجام میدن و میبینن که مشترکه مثلا وقتی که از عشق حرف میزنی یا وقتی که از قلبش قلب شکستن حرف میزنی همه آدما این ناحیه قلبشون فعال میشه خب این نشون میده که ما عشق رو اینجا نگه میداریم مرکزش اینجاست یا وقتی که از استراب صحبت میکنیم زیر ریپ کیج زیر قفصه سینت نشون داده میشه که مثلا توی توی هندوزم بهش میگن سولار پلکسس یعنی یه کلمه خوب داره خورشید مرکز خورشیدی یا یه همچی چیزی توی فارسی سو استراب و انگزایتی رو ما اینجا نگه میداریم یه چیز دیگه هم که من راجبش همیشه صحبت میکنم حالا اینو میخواستم توی بخش که به بعدم میرسیم راجبش صحبت بکنم ما یه, سیس یه عصبی داریم به نام ویگس نرف که از پایین برینستممون از پایین ریشه مغزمون شروع میشه و میرسه به دل و روده ما سو روده ما هم همینجا زیر قفسه سینهمونه. سو روده ما وصل به سیستم عصبیمون بر همینه که دلهوره احساس میکنیم دلم یه هوی ریخت یا مثلا تو انگلیسی میگن تو دلم پروانه گرفتم وقتی که هیجانی میشی یا استراب و تجربه میکنی عاشق میشی هم؟ عاشق میشی اول عشق هفته اول کمر چیه؟ چون من الان نه اون دیگه برای خواب و خوابه گفتم شاید ایزی ما تو کمر نگم داریم کمر بردن هست قره آخ سنگینی گفتی قره بریم پس اینا ریشه داره توی تب سنتی سنتی تب چینی بله اه و جدیدا هم زیر دستگاه امارای آدم ها رو گذاشتن و دیدن که یه همچین اتفاقی فعالیت سیستم عصبیتون عصباتون دوربر اون ناحیه فعال میشه <مدعان> <tsch> خیلی جدا سطح به اسلامی هست از <când> بله إسلام、<مدعان> اسلامی <بلد>. نیستش <مدعان> نه نه این یکی دیگه نه چون یه طب اسلامی هم داره اونا همین چیزها رو دارن نه دو داره میکنه نه واقعا آقا مگه نه منظورم این که این ادعاها رو دارن که اونا معمولا خب اونا فکر نکنم چیز ادرار شو تو رو اینا آره فرتن برو صدف سو بریم برگردیم به اداف سو نگاه کن که وقتی یه آدمی اولا که ریشه این نفرتی که اداف داشته از نفرتی که به نسبت به پدرش داشته میاد وقتی که گذشتش رو نگاه بکنیم. و نگاه کن که وقتی که یه بچه ای همیشه تحت ستم و فشار از طرف پدر مادرشه اونا دائما دارن تخ... تست تحقیرش میکنن مسخرش میکنن احساساتش رو جدی نمیگیرن وجود این بچه رو جدی نمیگیرن و بهش دستور میدن نگاه کن که این بچه دائما که وقتی توی این شرایط هست چه احساسی رو داره و حالا همزمان ازش این توقع میره که به اون پدر مادر احترام بذاره عاشقشون باشه اطاعت بکنه و تحت هیچ شرایطی این تجربه درونیش رو اصلا به بیان نکنه چون اگه بیان بکنه بدتر ترکوبش میکنن سو so, نه تنها حق بیان کردن نداره بلکه اگه بیان بکنه عواقب خیلی بدی داره سو so, خودش این تصمیم رو میگیره که اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم همون بهتر که هیچی نگم سو so, خود هر خودخوری و تو خودش میریختن. یا یا تو خودش میریزه چیزها رو چرا شما آخه تیپیکال فرهاد دیگه یه جمله میگه شوهرم وار اگر که یه هر آدم بزرگ سالی ام, توی همچین موقعیتی باشه تو اگه توی رابطه باشی و پارتنر دائما تو رو ظلم بهت بکنه تحقیرت بکنه اذیتت بکنه یه جایی به زبون میاری یا لاغر به دوست سمیت میگی یا لاغر دیگه قابل تحمل نیست واسه این این میشه دیگه یه جا دیگه نمیتونی تحمل آها استوباره. یه جا نمیتونی تحمل کنی ولی بچه چاره ای نداره نمیتونه به کسی بگه بچه اصلا جایی رو نداره که بره چون سروایوالش um, زنده موندنش وابسته به حضورش کنار پدر مادرش و خونهش اونجاست کجا بره چیکار کنه um, سو یه بچه این خیلی سختره که این تجربه رو بخواد تجربه بکنه و واسه بچه ها خیلی آسون تره که این باور رو شکل بده که من دارم یه کار بدی میکنم تا اینکه مامانم یا بابام داره یه ظلمی رو به من میکنه رفتار بدی رو داره. یه رفتار بدی رو داره حالا بعضی از بچه ها حساس تر هستن به این موضوعات یعنی زودتر قویتر احساسشون میکنن این موضوع رو و اون چی اون نقدی که نسبت به پدر مادرشون دارن و توی خودشون نمیتونن نگه دارن و به یه شکلی میخوان اینو نشون بدن که من متوجه میشم که این کاری که داری میکنی غیر قابل قبوله برای من سو همینه که بچه ها لجباز میشن همینه که بچه ها داد و بیداد میکنن فراستریشنشون رو نشون میدن تو میخواد بگه که من کلافه ام از دست این کاری که تو داری میکنی به جای که تو خودش نگه داره سو بستگی به اون ویژگی های شخصی اون بچه هم داره که چطور اینو باهاش روبرو میشه اینجوری که نشون داده میشه اداف یه بچه حساسی بوده و به خاطر اینکه نقد و تقریبا مخفی نمی سعی میکرده که مخفی نکنه مورد ظلم بیشتری قرار میگرفته. بعد درست اولش اولشو درست میرفته یعنی مشکلی که بوده رو میخواسته ابراز بکنه ولی خب اونور درست دریافت نمیشده. دقیقا سو به خاطر همینه که از باشه اولش گفتم که ما هممون یه جور به دنیا میم هممون اون غریزه رو داریم اون آگاهی درونی رو داریم اه. که چی درسته چی غلطه. So, این تاثیراتی که این ظلم و ستم داره روی هر شخصی غیر قابل بازگشته یعنی اینکه نمیتونی که اینو برش گردونی مگر اینکه یه جایی توی زندگیت واقعا تجربه انسان بودن رو تجربه کردی یعنی یه نفر با تو مثل آدم رفتار کرده به زبون آمیانه یه فامیلی یه مامان بزرگی یه یه دوستی یه معلمی یه کسی تو رو به خاطر خودت دیده و شنیده و درکت کرده سو تا وقتی که این بچه عشق رو دریافت نکرده و تجربه انسان بودن رو تجربه نکرده این رفتار غیر انسانی رو با خودش و با دیگران خواهد داشت و همینه که بعضی وقتا توی کودکی حتی اینجور آدما پدر مادرشون یا اون کسی که داره بهشون ظلم میکنه اون ستمگر رو بالا هم میذارنش یعنی بهش احترام هم میذارن میگن که نه این خوبه مثلا کاری نکرده ما در... توی فرنگ فارسی ما داریم اما مثلا مقدسن پدر مادر باید همیشه بهشون احترام بذارین اون جایگاهش هم حتی میبره بالا به خاطر اینکه نمیتونه درک بکنه تو نگاه کن باز دوباره برمیگردیم به درک کردن یه موضوعی بچه نمیتونه درک بکنه که چه اتفاقی داره میفته و واسهش راحت تره که اونو ببره بالا ببین حالا ما وقتی میگیم بچه نمیتونه درک بکنه من احساس میکنم شاید خیلی تا بزرگ سالم نمیتونه اینو درک بکنه یعنی من خودم یه تجربه شخصی که داشتم موقعی که رفتم میشه تراپیست حالا شخصی سوال میکردم میگفتم که آره مثلا این اخلاقیاتو داره ولی خب حالا احتمالا نمیدونه و اینا ترپیزه گفت ببین چرا میخوای دیکتاتور طرف یعنی چرا میخوای بپوشی چرا میخوای مثلا به که نیست <applause> ولی واقعتش اینه که ح... یعنی من خودم تو سن سی سالگی هم متوجه این نبودم حالا واقعا بچه که به کنار شاید این توی خیلی از ما توی سنهای بالاتر هم در واقع دیده بشه دقیقا یا so, yeah, اینه که uh, ما راجع به این صحبت میکنیم با یه کسی توی بچگیمون یه کسی به ما عشق و یاد میده که احتمالش خیلی خیلی کمه که ما بتونیم به عنوان یه بچه اینو اصلا به زبون بیاریم یا اصلا آگاه باشیم که یعنی جمله هاش کلمه هاش رو داشته باشیم که اینو به زبون بیاریم و ابرازش بکنیم یه بچه احتمالا آگاه هستش که چه اتفاقی داره میفته ولی ابزار بیان کردنش رو نداره و کسی هم نیست که بهش کاملا گوش بده و با عشق دریافتش بکنه به مرور فکر کنم برای این بچه جا میفته که خودش یه کار اشتباهی کرد و خودش تو جای نادرست دقیقا تو so این تبدیل میشه به باورایی که ما داریم نسبت به خودمون و نسبت به اطرافیامون همطور که ایمان گفت میگیم نه اینکه کار بدی نیست شروع مثلا دفاع میکنیم از اون موقعیت بخاطر اینکه واقعا فکر نمیکنه که کار بدیه چون داره همیشه از یه بود بهش نگاه میکنه تا وقتی که یه نفر بیاد از بیرون بهش نگاه بکنه بگه که نه اینو نگاه کن حقیقت اینه سو بهش کمک بکنه که از یه جنبه دیگه حقیقت ببینه سو یا اینی که یه نفر به تو عشق و میده راجبش صحبت میکنی و میتونی ازش عبور بکنی یا اینکه این یه جای تو بدن جمع میشه و بعد میای شروع میکنی اینو خالی کردن سر دیگران <applause> تو انگلیسی بهش میگن enactment سو so اینو ری میکنی <applause> دوباره تکرارش میکنی به سر یکی دیگه سو so اگر که یه بچه ای همیشه بهش ظلم شده تحت آزار اذیت قرار گرفته تبدیل میشه به اون آدمی که ظلم میکنه به دیگران اینو فکر کنم من تو زنی خودم تجربه کردم توی مثلا میدم که یه نفر اخلاق بدی داره از اطرافیان نزدیک بعد همیشه میگفتم که من نمیخوام این آدم باشم <applause> بعد یه ذره بزرگتر که میشی به این آگاهی میرسی میگی دقیقا دارم همون کار رو انجام میدم یعنی <applause> با اینکه تو ذهنم این بود که نمیخوام اون رفتار رو داشته باشم و اون آدم باشم ولی دقیقا دارم همون کارو میکنم شرم خیلی دیر بعضی موقع آدم بهش آگاه میشه سو توی توی روانکاوی توی سایکو انالیسس اینو دیگه واقعا فارسی نمیدونم سایکو انالیسس روانکاوی توی روانکاوی به این میگن ترانسفرنس ترانسفرنس یا کانتر ترانسفرنس یعنی اینکه ما یه چیزی که یه تجربه ای رو که داریم یه جایی تجربه کردیم به سمت یه نفر دیگه هدایتش میکنیم یعنی اگر که من یه نفر پراجیکت میکنیم روی یه نفر دیگه پروجکشن فرق داره یعنی فرافکنی این ترانسفرنس هستش یعنی اینکه من یه چیزی یه دردی که تو وجود خودم هست و اه... توی یه کس دیگه میبینم مثلا بذار مثال اینطوری بزنم مثلا یه نفر مراجع میاد پیش من داره راجع به یکی از ویژگی های مامانش صحبت میکنه یا ویژگی های یک کسی یک کسی توی زندگیش باباش پارتنرش هر کسی من وقتی که اون رو به اون بازگو میکنم یک چیزی توی وجود من مثلا مدلی که این حرف رو زدم یا حالت صورتم باعث میشه که اون مامانش رو توی من ببینه و اون خشمی که نسبت به مامانش داره رو هدایت بکنه به سمت من تو این میشه ترانسفرنس یعنی اینکه اون خشمشو به سمت من هدایت کرد در حالی که من فقط من شنونده بودیم آره من اونجا بودم و اون ویژگی مشترکی که تو مامانش میدید و توی منم دید این خیلی اتفاق میافته برای همه ماها توی زندگی که اینا تو ناخودآگاه اتفاق میفته همشون توی ناخودآگاه اتفاق میفته ما به زبان سادهش بگیم مثلا شما با یه انسانی دارید صحبت میکنید تعامل میکنید اون یه سری ویژگی ها داره حالا مثلا حالت بدنشه نوع گفتارش ادبیاتی که به کار میبره شما رو ناخودآگاه وارد فضای ذهنی اون درد حالا احتمالا دوران بچگی میکنه و شما شروع میکنید واکنش نشون دادن و اون واکنش شما توی اون لحظه در واقع ارتباطی به اون لحظه و رفتار اون آدم نداره ارتباط به دردای گذشته خودتون داره, داره. یه سوال این میتونید توی برداشت بکنی که طرف به خاطر که هیچ وقت نمیتونسته حالا اگر که بگی مادرش این خشم رو به مادرش نشون بده اولین فرصتی که احساس میکنی یه نفر میفهمتش این رو داره این کار انجام میده ام. یعنی بروزش میده به شخص حالا اشتباه ولی بهش کمک میکنه به نظرت که بخواد با اون درد کنار بیاد یا نزیاد عرضه فکر کنم این چیزی که صدف میگه اینه که اون طرفی که میبین طرفی که میبینه رو جز مادرش یه سری مشخصات آره میگم دارد یعنی دارد اولین دارد. باری که با اون مشخصات روبرو میشه در یک فضای امن میخواد این خشم رو بروز بده درست درسته تقریبا داری درست میگی به خاطر اینکه میدونه که دیگه اون ناخداگاه دوباره اینا همش دو ناخداگاه اتفاق میفته که ناخداگاهت میدونه که اگر که من این خشمم رو بروز بدم دیگه اون عواق قبلی رو واسه من نداره دیگه اگه قرار بود مامانم داد بزنه سرم این آدمه داد نمیزنه سر سو so, so پس میتونم اینو بروز بدم تا یه حدی درسته ولی یه بخش دیگه هم مثلا ناخداگاه این فقط اتوماتیک توی بدنت این عکس العملو رو نشون میدی وقتی که با اون موقعیت روبرو میشی فکر کنم حالا در ادامه حرف مان اگه به خداگاه تبدیل شده باشه یعنی ما آگاه باشیم که این خشم لزوما به الان رفت نداره و گذشته است ما میتونیم به سمت درمان شدن پیش بریم ولی اگه همیشه بذاریم تو سطح ناخداگاه بمونه یعنی همیشه همون واکنشه رو بدیم احتمالا درمانم نمیشین اون زخم در واقع زیر میمونه درسته اصلا هدف از این که ب... یعنی درمان یعنی همین درمان یعنی که اون چیزی که توی ناخودآگاهت هست و بیاری توی آگاهیت کارل یونگ یه دونه جمله داره راجع به این تا وقتی که اون چیزی که توی نا توی ناخودآگاهت هست و نیاری توی آگاهی بهش میگی این قسمت من ایمان منه و همینطوری ادامه میدی میره ببخشید پار ترجمه فارسیش یه ذره شاید واضح نبود قسمت make... فکر کنم قسمت <applause> اون سایه است یا نه شادو ورک نیستش یعنی ایمان ترجمه چی بود؟ You call it fate سرنوشت <تصفح> ولی ما توی فرنگ فارسی زیاد میگیم <تصفح> که قسمت همون بوده یه قسمت دیگه آره <تصفح> این یعنی دیگه قسمته که اصلا هر موقع میخوای شونه خالی کنی دیگه قسمت بوده دیگه کلا چیز دیگه ما فرنگ در دو کشیدنیم قسمت و چای نبات ام... بخواد آره دیگه آخ... اینا مشکلات هست دیگه حل سو ولی پوینت هم حالا از که هدفم از این که بخوام اینو بگم اینه که ما باید فراتر از این بینش روان بینش سایکو بریم بینش روانکاوی بریم که این فقط محدود به ترانسفرنس نیستش محدود به این واقعه ها نیستش این خیلی عمیقتر از اونه و برمیگرده به بچگی آدمی زاد برمیگرده به اون تجربه بزرگ شدن یه آدمی زاد حالا که حالا مزار اگه برگردم به به اینکه چطور مربوط میشه به بچگی اینه که همیشه باید از خود سوال بپرسی اگه میخوای واقعا یه تجربه یه آدم دیگر درک بکنی سوال بپرسی که یه بچه توی این موقعیت چه احساسی داره so یه بچه که توی همچین موقعیتی باشه چه اتفاقی براش میافته چه تاثیرهایی روش داره این موقعیت و اون موقع هستش که میتونی درک بکنی که او اوکی این میکسنس سنس میکنه الان این رفتاری که این آدمه داره نشون میده چون توی وجود ما هنوز اون بچه هستش همه ما اون ورژنای کود... جوونترمون یانگر وجود داره وجود داره یه سال این وقتی مم. میگیم برمیگرده به بچگی آدم این بچگی تا چند ساله؟ از لحاظ psychological آره، داره. یعنی میخواهیدم این تا چند سالگی ممکنه که یه همچین اثرات مخربی روی آدم بذاری یعنی مثلا آدم بیس ساله هم میتونه تحت تاثیر همچین شرایطی اگه که، مثلا فکر کن تا بیس سالگیش خوب بوده بعد از بیس سالگی مثلا یکی از اعضای خانواده مریزی مریضی میگیره پرخوشگر میشه شروع میکنه خیلی بد رفتار کردن متوجه هم چه سوال میپرسی ببین دلیلی داره که از 20 سالگی به بعد اون آدم پرخوشگر میشه اونم باز دوباره برمیگرده به نه نه میگم یه فامیلی دارن توی خانوادهشون که پرخوشگر میشه اون طرف مثلا یه مریضی میگیره 60 سالشه خیلی پرخوشگر میشه اصلا شروع میکنه ضرب و شتم بچه ها. بد رفتاری کردن بد رفتاری کردن میخوام اینم تو 20 سالگی به بعدم میتونه این اثرات مخرب بذاره یا اینکه مثلا اگر که این رفتار به تا مثلا سن ده سالگی برات اتفاق بیفته خیلی در آینده تاثیر بدی میذاره و باید بره روانکاوی بشه یا مثلا تا چهار ساله یا میخوام اینم یه همچین چیزی این بچگیه چجوری تا این بازش چقدره رنج بچگی تا کیه Good سوال خوبی میپرسی ولی همه <laughs> حتی اون جوری که توی بزرگسالی یه اتفاقی روی ما تاثیر میذاره بازم برمیگرده به تجربه ای که توی سن کم داشتیم ببین هر موقع که احساس ناتوانی بکنی تجربه ناتوانی ناتوانی احساس نیست تجربه است سو وقتی که تو تجربه درموندگی و ناتوانی داری نسبت به روبرو شدن با یه موضوعی اون موضوع داره بهت خیلی عذاب میده خیلی داره اذیتت میکنه یکی از چیزهایی که توی همین انقلاب ایران باعث خیلی از آزار اذیت من بود و خیلی از آدمای ممکنه باشه اینه که میبینی که داره هم نوعت هم وطنت تحت شکنجه است تحت آزار اذیت و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی تو ناتوانی تو این درد عمیقی رو واسه تو ایجاد میکنه آدم بزرگسال که ابزار زندگی کردن رو بلد باشه که بتونه خودش تنظیم بکنه خود تنظیمی رو بلد باشه آگاه باشه از اتفاقات وجودش میتونه با این سختی روبرو بشه میتونه از اون پختگی خودش از اون مچوریتیش استفاده بکنه و با این موضوع سخت روبرو بشه ولی بچه وقتی که به دنیا میاد نوزاد آدم تو حالت ناتوان ترین حالت خودش به دنیا میاد نیاز داره که یه بزرگسالی بهش کمک بکنه که خودش رو تنظیم بکنه و وقتی که اون بزرگسال نیست توی این ناتوانی توی این درموندگی تنها میمونه این بچهه اون موقع است که اون تجربه سخت تبدیل میشه به تراما تبدیل میشه به یه چیزی که نمیدونه باید براش چیکار بکنه و اونو شکل میده یعنی اگر بچگی درستی داشته باشی با درست رفتار شده باشه در واقع با منطق با تو رفتار شده باشه احتمالاً اه... اگر در بزرگسالی با ترامایی روبرو بشی راحت میتونی درک و حزمش بکنی درسته. باش کنار بیای اون اثر مخرب رو نداره روت و اگر داشته دلیلش اینه که احتمالا توی بچگی یه تجربه داشتی که این الان داره اون رو در واقع تریگر میکنه داره اون رو فعال میکنه دوباره توی ذهن تو درسته تقریبا همینه ولی لزوما به این معنی نیست که این تجربه داره یه تجربه مستقیم که شبیه به این بود و میاره بالا این فقط به اینه که تو ابزار روبرو شدن با اینو نداری یا فکر میکنی که ابزار روبرو شدن با اشو نداری من خیلی دارم میفهمیم تو حرف صدا ولی ادامه سوال های ایمان چیزی که نمیدونم میخوام بپرسم اینه که این کل این مبحثی که همه چی برمیگرده به بچه آدم توی روانشناسی یه چیز ثبت رسیده یه واسه همه روانشناس یا مثلا یک یه, یه طرز فکریه که چون میدونم که حالا تو روانشناسی مثلا وضعی یه نمیدونم استایل شاید اپروچ دیگه همه میدونن که <applause> آره نه ولی میخوام بگم مثلا این یه اپروچ یک دیدگاهیه که مثلا شما دارید فالو میکنی شاید یه روانشناس دیگه یه یه گروه دیگه اصلا به این باور نباشن <applause> یا یعنی این یه چیزیه که نه یه چی میگن یه بر مینیمومیه یه لولیه که همه رو این باورن و اگر این هست ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که هر آدمی که هر رفتاری بدی با ما انجام میده یا خود ما تو بانک میریم مثلا طرف از عمد کارمون رو راه نمیندازه فلان بیسار سریع مثلا نتیجه گیری بکنیم که اوکی این به خاطر بچه گیشه مرسی از این سوالت دو تا سوال شد مرسی از این سوالت ببین وقتی که به mental health professionals فکر میکنیم یعنی به کسایی که به به صورت حرفی سلامت سلامت روان شما رو میتونن بهتون کمک بکنن مثلا پروفشنالای مختلفی هستن ببخشید من نه بگید. حرفه افراد ماهر یا افراد حرفه شما بگید تا چه چیز یه کاری کردی فارسیش تموم شد خوب خیلی حالا یه هوش مثلا روان پزشک داریم روانشناس داریم روان درمانگر داریم کوچ داریم مربی داریم سو so هر کدوم از این اشخاص حرفه ای یک کاری رو میکنن توی مسیر درمان یه شخص مثلا تو اگه بری که یه جلسه بگیری با و همه برای بهتر شدنه س so هدف از این که تو میری پیش هر کدوم از این اشخاص حرفه‌ای که به سلامت روانت کمک بکنه اینه که تو حالت بهتر بشه اینه که تو سلامت روانت تو دوباره پیدا بکنی اینه که همه برمیگرده به بچگی تمام روان درمانگری برمیگرده به بچگی یعنی تو وقتی که میری یه جلسه روان درمانی میگیری همه میرن توی بچگی چون همه چیز برمیگرده به بچگی در که بری یه جلسه کوچینگ بگیری یه جلسه مربیگری بگیری اونم میخواد بهت کمک بکنه ولی نسسری لزوما نمیبرت توی بچگیت با اون مشکلی که الان هست کمک راهکار بهت میده اگه بری پیش روان پزشک پزشک دکتره بهت دارو میده که حالت بهتر بشه نمیشینه باهات حرف بزنه ببینه چرا اینطور شد سو so, حالا هر کدوم از روان درمانگرا یا مشاورا از شیوه مخصوص خودشون استفاده میکنن که تو رو برسونن به اون احساست و به اون تجربه بچگیت روشی که من استفاده میکنم شخصا اسمش, اسمش از compassionate inquiry ام، یعنی اینکه یه یه بررسی شفق با شفقت که که این مستقیم میبرت توی بچگی یعنی دیگه تفره نمیری که آه حالا فلا مستقیم میبرم از اونجا بشی خاک بزی نکن بشی مر... به کار بده بشی اینجوری نیستش که بشینی داستان سال قلطی از قجنگ بود ولی اشتباه داستان تعریف کنی اینطوری شد اونطوری شد میبرمت مستقیم توی بچگی بعضی از آدم از ها شیوه های دیگه استفاده میکنن مثل مثلا cognitive behavioral therapy اصلا فارسی شو نه اینو همون همونو میگن CBT CBT رو استفاده <تصفح> میکنن و مشتقاتش آره پس تو خلاصه کنیم توی این شاخه روانکاوی همش برمیگرد به بچه که دیگه میتونه به جای دیگه برمیگرد مرسی از بحث من فکر این نه آه... نه یه سری دیگه هم که حالا میخواستم بگم توی جوام خارجی یه موقعی که بچه به دنیا میاد به خاطر اینکه خواهر من یک سال گذشته بچه دار شده اینی که هر جایی که کار بکنی معمولا یک سال به تو وقت میدن که توی بزرگ شدن اون بچه شریف سهیم باشی در کنارش باشی در یک سال بهت حالا یه مکفی آره حالا یه حقوقی بهت میدن نه حقوق قبلیت ولی خب به مادر میدن به مادر میدن که بتونه در واقع کنار بچه باشه و توی اون یک سال اول حالا زندگی نقش آره نقش خیلی مهمی و ایفا بکنه این میدونم مطمئنا تو ایران وجود نداره کمه دو هست کمه دو هفته است فکر میکنم نه بیشتره واقعا آره همه جا ندارن یعنی یه آره بوره. آره بعد آخر آره مثلا اینجا یه قانونی هستش که طرفی که میره حالا اون در واقع مرخصی زایمان و اینا قانون آره قانون هست که نمیتونن کسی رو جایگزینش کنن یعنی وقتی طرف برمیگرده باید شغلش باشه ولی خب تو ایران میدونی قانون اصلا تعریفش فرق داره با جاهای دیگه دنیا و همین معلوم نیست سید میگه آره یا نه بله مثلاً <تصفح> سر بریده تو ایران چرخوندن هشت سال <تصفح> <تصفح> گارد رو جابجا کردن ادام <تصفح> بریم جلو ببینیم این آدم چرا این کار رو کرد میخوام ببینم تو بچگی اون آدم از یک کلیفنگر عجیب باب بذاریم رو <applause> یک ساعت شده به اون, به اون قضیهش باید فکر بکنه. ای ببخشید نه نه, نه نه نه, من دارم سوال یعنی 95 درسته سوال رو من پرسیدم یه <applause> ده <جمعت> درستاش هم 5 درستاش هم فرزاد که فارسی شما رو تموم کرد دو نه رو میزد به میکروفون <applause> بفرم نگاه کنیم که توی خانواده هیتلر توی اون هاوس توی اون خونه چه اتفاقی میافتاده افتاده واسه مجموعه این اعضای این خانواده خیلی چارچوب این خانواده شبیه به چارچوب یه رژیم تمامیت خواهه توتالیتر بله مرسی <تصفح> شبیه به یه دو طرف یه رژیم تمامیت خواهد به خاطر یه نفر که توی این خانواده بابای خانواده بوده قدرت دستش بوده و تصمیم میگرفته بقیه اش، اعضای خانواده که شامل بچه ها و همسر اون فرد میشه اطاعتگو و مطیع اون ش، ش، پدر بودن که همیشه باید به حرفش گوش بدن همیشه باید احساسات اونو حوثای اونو تصمیمات اون رو اطاعت بگن و حتی اگر که باعث آزار اذیتشون میشه هیچ حقی ندارن که هیچ نظری بدن این خیلی شبیه به موقعیتی که اتفاق میفته توی واقعا یه رژیم تمامیت خواه که این اتفاق میفته که آدمایی که ضعیف ترن مثل سکیوریتی گاردا پلیس امنیت. امنیتی ام، هدفهای اون دیکتاتور رو بدون حضور اون دیکتاتوره ادامه میده <applause> با اینکه شاید اصلا هدف منطقی و انسانی نبود. دقیقا اون بیعدالتی اون حقارت و جلوش هیچ چیزی نمیگه به خاطر اینکه میخواد هدف های اون رو ادامه میده به خاطر اینکه خودش هم قربانی اون موضوع هستش حالا این چجور شبیه به چارچوب خانواده هستش اون اینه که اون مادر اون همسر اون خانواده خودش قربانی اون پدر خانواده است ولی در برابر, در برابر پدر خانواده هیچ حرفی نمیزنه ولی وقتی که پدر خانواده نیستش توی خونه اون ظلم و ستمی رو که تجربه کرده سر بچه آخالی میکنه سو همیشه این طبقه بندی قدرت هست توی اون چهار چوب حالا چه توی خانواده باشه چه توی جامعه باشه تا وقتی که فرد ضعیفتری هستش اونایی که بالا هستن این ظلم رو بهش تحمیل میکنن مثلا اگه که توی خانواده یه سگی باشه سگ دیگه پایین ترینه ولی بعضی وقتا توی خانه خانواده که خیلی بالاتر اول اول بانوان هستن بعد سگ از و مردا در کانادا اگه که بدونید ولی خب بفرمین ولی توی خانواده هیتلر اگه بچه ای بود بچه ترین. یعنی سگ و کتک نمیزنه بچه رو کتک میزنه یا اینکه اگه بچه دم دست نبود اونقدر اون سگ رو کتک میزنه یعنی با بابای هیتلر اونقدر ستمگر بوده که همیشه کتک میزده حالا باید برگردیم نگاه کنیم ببینیم بابای هیتلر چرا همچین بوده این هم بهش میرسیم اگه وقت داشته باشه wow. so, یعنی واقعا اطلاعات هست تا بابای هیتلر که تو بچگیش چه اطلاعاتی بله. بوده؟ so, بابای هیتلر چرا اینطوری بوده؟ بابای هیتلر از یه بچه نامشروع بوده که مامان مادر بزرگ هیتلر آشپز یه خونواده مرفه بوده. سو so, بچه اون خونواده مرفه این خانم رو حامله میکنه یا از, از, اون واو. از, اون از اون خانواده حامله میشه ولی این بچه نامشروعه یعنی بابای هیتلر نامشروع بوده و بعد مجبور میشه که اینو ازدواج بکنه باهاش سو اتفاقایی که واسه بابای هیتلر افتاده اینه که توی به خاطر اینکه بچه نامشروعی بوده و ریشه مشخص نبوده که کجاست و هی میخواستن اینو مخفی بکنن این توی فقر زیادی بزرگ شده آم و همینی که بچه نامش رو بوده باعث رسوایی و خجالتش بوده همیشه توی, توی اون شهری که زندگی میکردن چون چیز غیر قابل قبولی بوده و توی سن پنج سالگی هم از مامانش جدا میشه میگیرنش می از مامانش این بابا پدر بله بابا هیتلر رو دارم میگم و بعد یه امکانی هم بوده که این ممکنه که یهودی باشه جویش یعنی یهودی باشه بابای یعنی در واقع پسر اون خونه so ولی مادر یهودی یهودی نبوده نه معلوم نیستش که مامان یعنی احتمال هست که خون یهودی توی وجودش هست حالا معلوم نیست از کجا میاد و اینو میرسیم وقتی یه ذره جلوتر نگاه بکنیم قانونی که هیتلر گذاشت برای آلمانا برای ن... توی نازیا این بود که ریشال رولز گذاشت یعنی اینکه یه قانونی گذاشت که برن نژادشون رو پیدا بکنن تا سه نسل قبل از هر شخصی که توی اون جامعه زندگی میکرد باید میرفت نژادش رو پیدا میکرد نسل در نسل پیدا میکرد که ببینه اگه یهودی هست توی خونش و موقع بعد اون ستاره زرد رو میپوشید که متوجه بشن که این یهودیه سو so, تمام تصمیمایی که گرفته تمام رفتارهای دیکتاتوری و ستمگری که داشته یک جور نفرتی که از باباش داشته رو به یه جامعه این پروجکشنه به سر یه جامعه خالی کرده فرافکنی, فرافکنی کرده مم. که که در واقع اون تجربه خودشو یه کاری بکنه که دیگران اونو تجربه بکنن حالا تجربه خودش چی بوده مثلا وقتی که باباش داشت کتکش میزد نمیتونست از از زیر اون کتک ها فرار بکنه چاره ای نداشت جز اینکه ساکت بمونه تا کتکش بزنه یه بار یه خاطره از از هیتلر هستش که توی کتابش که اسمش هست ماینکاف نوشته خودش اگه میخوای متوجه بشی که چه بلای سرش اومده اون کتاب خودش رو باید بری بخونی که به صورت غیر مستقیم اگه با نگاه کنجکاوانه بخونی میفهمی که این مثالهایی که داره میزنه در واقع تجربه های خودش رو داره میگه سو یه بار خواهرش داره بازگو میکنه خواهر هیتلر داره بازگو میکنه که این باباشون خیلی اینو میزده هیتلر اداف رو خیلی میزدتش نسبت به بقیه خواهر برادرا و اینم به خاطر اینه که اگه یادتون باشه اون اول گفتم این انتقادش رو نسبت به باباش یه نیمچه ابراز میخواسته بکنه سو باباهای بابا ذره با این به قول شماها ها بیف داشته سو <laughs> um, so, این میخوا خودم حواس خودم پرسی اولی تمرکز میکنه خیلی خوب یه چند تا لغت آره من یه چند تا لغت گفتی که من اینطوری بودم که اگر من گفتم کاردون حتما بهم نگاه میکرد و گفت باری سو این لطفا کتکش میزده به حساس بوده. خیلی خیلی بیشتر ادافو میزده تو وقتی که داره یه بچه ناتوانه میزده خواهرش داره بازگو میکنه این خاطره رو که یه بار عداف بابام داشت میزد و این هیچ عکس عملی نسبت به این کتک خوردن نداشت ثابت واستاده بود و نه تنها ثابت واستاده بود بلکه بعد از اینکه کتک خوردنش تموم شد اومد به مامانش گفت بابا منو سی و دو بار زد یعنی نه تنها نه تنها هیچ اکسل عملی نشون نده به نسبت به این بلکه داشته میشمردتش سو so, نگاه بکن که اون بچه چه تجربه ای رو داشته تجربه میکرده که خودشو وادار کرده که بشماره شماره کتای خوردن شد خیلی دردناکه این واقعا واقعا خیلی خیلی دردناکه واسه اصلا بچه رو برش کن به قول ایمان بزرگ سال رو نگاه کن اگه یکی بیاد منو بزنه خب من دارم درد رو تجربه میکنم احتمالا یه عکس نشون میدم میخوام از خودم دفاع بکنم ولی این انقدر تجربه دردناکی بوده که این اصلا تصمیم گرفته که شروع کنه به شمردن ولش کن میشمارم و این درموندگی این ناعلاجی اون تجربه رو به سر آدمای یهودی تکرار کرده که با این که این ستاره زرد و بپوشن هیچ راهی نیستش که بتونن مخفی بکنن یهودی بودنشون و یه قانونی هم بوده که اگر که کس میدیده یه کسی که یهودیه میتونسته بهش مثلا اگه یه نفر یه گالون شیر دستش بود از بقالی اومده بود و توی پیاده رو میدید که ستاره زرد داره و اینو گرفته میتونی بدون هیچ دلیلی شروع بکنی بهش حمله کردن کتک زدن شیرم رو سرش خالی کنی بقیه آدما هم بیان همه با هم مسخرش بکنی و هیومیلیت بکنی دیگه مسخره بکنی تحقیرش بکنی و این حق و این قانون و این اجازه رو بهت میداده سو وقتی که متوجه میشدن که تو یهودی هستی اول به تحقیر شدن محکوم میشدی و بعد مرگ بود آخرش بعد میمردی بعد از بین میرفتی و اینی که میخواست دنبال این بگرده که تا این ریشال رولز رو گذاشت این قانون های نجادی رو گذاشت که تا سه نسل برن نگاه کنن این بود که دنبال هویت پدرش بود چون هیچ وقت اون تا اتفاقی که واسه باباش افتاد که یکی این که بچه نامشروع بود یکی این که از, پدر، از مادرش توی پنج سالگی جدا شده بود و یکی دیگه این که فقیر بود اینا حقیقت داشت سو وقتی که ما با یه حقیقتی روبرو میشیم هرچند دردناک واسهمون خیلی قابل هزم تره تا وقتی که یه چیزی شایعه هستش سو اینی که حالا جویش بلاد توی یه خون یهودی توی بابای اداف بوده توی وجودش بوده یا نبوده این یه, یه چیزیه که معلوم نیست تو این تمام تلاشش رو اداف میکرد که متوجه بشه میخواست سعی بکنه که ببینه باباش یهودیه یا یهودی نیست بنابراین تمام یهودی ها رو تحت ظلم قرار داد با این قانونش هم. اگه مکسنس میکنه ما یه وقتی تو پادکست رو جمعی صحبت میکنیم که ما اصطلاحات غلط داریم و مسئله غلط داریم یکیش که بزرگ میشه یادت میره این صد درصد غلطه بزرگ شد و یادش نرفت که هیچ <applause> دنیا رو هم به آتش کش حالا میدونم ما حرفای صدف رو که گوش میدیم اکثرمون رفتیم تو خودمون داریم به بچگی خودمون فکر میکنیم و همزمان ممکنه به بچگی این آدمایی که دارن این رو با کشور ما هم میکنن فکر کنیم <تصف> سر اونا چی رفته که با مردم ایران اینجوری بج افتادن دقیقا یه چیزی که این وقتی که خانواد... چارچوب خانواده هیتلر رو با یه رژیم تمامی از خواه مقایسه میکنی متاسفانه اولین ریاکش اولین عکس عملی که توی وجود خود من اومد مثل یه خانواده ایرانیه که بابا قدرت داره یه خانواده سو دیگه جای واسه سوال نمیمونه که ما ولی خب فرقی که تفاوتی که داشت هر تجربه یه آدم ایرانی اینه که ما بالاخره یه مامان بزرگی بود یه دایی یه کسی بود که از ما دفاع میکرد یا اینکه یه جامعه بود یه،, زیبایی که فرهنگ ایرانی داره این کنار هم بودن دور هم بودن این کالکتیو سپورتیه که ما میگیریم این حمایت گروهیه که به هم دیگه میدیم که باعث میشه از, از شرایط سخت بتونیم عبور بکنیم ولی ادالف رو نداشته تو نمیدونم آره میخواین الان شد یک ساعت و پنج دقیقه yeah. به خاطر اینکه مطلب قسمت اول تموم شد یا yeah. تقریب نه زیاد تموم نشد ولی دیگه همینه دیگه لپ مطلب همین فکر میکنم چیزای مهمش رو گفتم <applause> <applause> I have so م... یه عالم چیز میزدارم ولی خب زمانم و فقط به خاطر اینکه تو ایران خیلی سخت نباشه میدونیم که خیلی سخته الان که اصلا اینترنت نیست <applause> Uh, ولی برای اینکه uh, همون میخوای یه پنج دقیقه ده دقیقه جنبندی رو انجام بدیم و چون یه قطع نشه بهتر نیست من بگم فقط... ما جنبندی کردیم تو طولش ولی خب بگو بگو, بگو. ریشم به کرد چون صدف گفته بود وقتی که مطالب میگه ما اگه ریاکشنی مم. حس کردیم من وقتی که داشتی بخش کتک خوردن هیتلر رو میگفتی موه دست و بدن هم همه سیخ شد نه, نه. گفتم که مرسی که گفت اسایمنت ها انجام داده <تصفح> پشت این شونه ها و کتف ها اینا خیلی اینجوری گرفته بود در کل مسیر که میمیدیم حفظ کنم در این سایت. من یه سر شکم شروع که قارغور کردن <سؤال> نمیدونم صداش شد من صدا شدیدم صدای شکم هم بود اصابی چی نخوردم <سؤال> <سؤال> در هر صورت چیزی که هستش اینه که اگر که ما بخوایم یه نگاه کلی نگر داشته باشیم به هر کسی به خاطر انسانیتش اینه که پشت هر تراژدی پشت هر دردی دردی پشت هر جرم و جنایتی که اتفاق میفته اون کسی که این جرم و جنایت رو اجرا میکنه خودش یه جایی از زندگیش بهش ظلم شده و نتونسته از اون ظلم عبور بکنه. ابزار اینو نداشته که از اون ظلم عبور بکنه. حالا مال یکی خیلی اینقدر درمونده هست که به یه ملت اینو خالی میکنه. سر یه ملت اینو خالی میکنه. یکی دیگه برای خانوادهش سر خانوادهش اینو خالی میکنه. یکی دیگه به خودش آسیب میرسونه و کارای... آسیبزا برای خودش انجام میده سلف دسترکتیو کاره که خودش رو بخواد آسیب برسونه انجام میده چون خودش رو مقصر اون موضوعات میدونه فکر کنم رابطه خیلی مستقیم به این داشته باشه که چقدر قدرت داری یعنی اگر که یه آدم باشی که این ظلم بهت شده و قدرت دستته و میتونی قانون بذاری و میتونی ملت زیادی رو مثلا اذیت بکنی احتمالا میری به اون سمت ولی اگر که در واقع یه اتفاقی میفته و تو هیچ قدرتی نداری تحت سلطه اون خانواده هستی حتی اونا رو هم نمیتونی اذیت بکنی احتمالا برمیگردی به خودت دیگه چون که شروع کنی خودتو بلیم کردن دقیقا و همینطور هست یه یه موضوع دیگه هم که بود راجع به این انقلاب ایران این بود که باز سوال بود واسه من خیلی خوب اگر یه نفری هستش که اون بالا دیکتاتور اعظم داره دستور میده اون یکی ها چطوره که به حرف این گوش میدن سو اون آدمای دیگه هم که زیر شاخه هستن و به حرفش گوش میدن و به قول انگلیسی carry out میکنن اون اتفاق این آرزوهایی که اون داره اون ستما اونها هم, هم همینطور که تو گفتی بستگی داره که چقدر دسترسی دارن به, به چه راههایی دسترسی دارن سو so, این رو دسترسی دارن پس این کار رو انجام میدن um, so, وقتی که ما درد و رنج رو تجربه میکنیم اگر که براش کاری نکنیم یا اینکه تو بدنمون جمع میشه بیمار میشیم شروع میکنیم آسیب رسوندن به خودمون و دیگران یا اینکه پخشش میکنیم دیگه <laughs> خیلی کلیفنگر جالبی شد احساس میکنم یعنی از اون مثلا اپیزود است که دوست دارم کنم قسمت بعدش بشتم ببینم دقیقا چه بلایی هی سر هیتلر آورده و چه بلایی بعدش چه جوری به اونجا رسیده است احساس میکنم انقدر مطلب داشت که بتونیم خودمون رو خودمون فکر بکنیم ببینیم که آیا این در واقع در و انجایی که در صحبت شد نشونش رو تو خودمون میبینیم یا نمیبینیم کجاهایی از بدنمون در واقع احساسش میکنیم که بتونیم حالا شاید اپیزودهای بعد با راهکارهایی روبرو بشیم که بتونیم رو حلش بکنیم آره اگرم شنیدید توی برنامه صدف زیاد گفت بنابراین بدونید ایمان یه فیلتری طراحی کرده که همه سوال رو اتوماتیک ترجمه کرد به بنابراین تعداد بنابراین اگه خیلی زیاد شد بدونید این بود میدینی که توی برنامه ایرانی این کردن. کردن توی برنامه مافیا طرف خیلی میگفت بینگو موقعی که هیچی رای نمی آورد روش یه صدا گذاشته بودن که والیومش خیلی با بقیه صدا فرق کرد آره اگه دید یه حد این مرد گفت بنابراین بیلتری بوده که اتوماتیک انجام شده <تصفيق> 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 مرسی که تشریف آوردین مرسی که این اطلاعات رو تا اینجا در اختیار ما گذاشتین احساس میکنم خیلی من که خیلی زبردم بردم خیلی توی طول این اپیزود سعی کردم ریفلکت کنم رو خودم ببینم مم. که به کجاهاش به زندگی خودم خیلی مربوطه شاید بقیه این کاری کرده باشن تا اپیزود بعدی آره دیگه اینو ما ادامه میدیم تا به اونجا برسیم که چجوری خودمون رو درمان کنیم آره. مرسی ممنون مرسی از شما. مرس. پس خدافز زن زندگی آزادی <laughs>